بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان گرامی بنده آشکاران هستم از وبسایت و با پکیج آموزش زبان برنامه نویسی کاتلین برای اندروید در خدمت شما هستم زبان برنامه نویسی کاتلین میشه گفت به نسبت حالا زبانهای برنامه نویسی دیگه یه زبان نوظهوریه که جدیدن ارائه شده و توجه های خیلی زیادی رو به خودش جلب کرده از زمانی که گوگل اومده به صورت رسمی برای برنامه نویسی اندروید ازش پشیبانی کرده یعنی IDE که حالا برای برنامه نویسی اندروید ازش استفاده میشه دیگه شما میتونی به جز زبان برنامه نویسی جاوا، سی پلاس و سی بیای با کاتلین همچیش برنامه بنویسی حالا ما اومدیم و یه پکیجی طراحی کردیم برای کسانی که دوست دارن این کار رو انجام بدن اما خب هیچ دانشی از زبان برنامه نویسی کاتلین ندارن اومدیم توی اندروید استودیو کاتلین رو آموزش دادیم برای اینکه شما آماده بشی بتونی با زبان برنامه نویسی کاتلین برای اندروید برنامه بنویسی کاتلین رو شما میتونید تو آیدی های دیگه هم از ایکلیپس و غیره و زالک هم کار بکنی اما هدف از انتخاب اندروید استودیو برای آموزش کاتلین این بوده که شما آماده بشی برای اینکه برنامه اندروید بنویسی اما اگر شما این پکیج رو ببینی در کل میتونی حتی با آیدی های دیگه هم کار بکنی چون هدف آموزش سینتکس برنامه بوده فقط شاید دو سه تا ویدئوی آخر هست که مختص اندرویده و مثلا اومدیم یه ماشین حساب باش ساختیم اومدیم بازی دوز و باش ساختیم یا یه همچین چیزهایی که رابط کاربریش حالا مخصوص اندروید هست ولی شما حتی اون بازی رو یه مقدارش کار بکنیم مثلا میتونیم با جاوا و براوزر بیاری بالا میتونی حالا به صورت نیتیو بیاری و خیلی کار مختلف انجام بدی زبان برنامه نویسی کاتلین آه... صد در صد با اندروید منطبق هست یعنی اینکه شما میتونی از کتاب ها و library هایی که برای اندروید وجود داره توی کاتلین استفاده کنیم و هیچ مشکلی به وجود نمیاد یعنی شما میبینیم مثلا توی این پکیج ما میایم لا به های کاتلین از جاوا استفاده میکنیم یا در بین کدهای جاوا از کاتلین استفاده میکنیم و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد کاتلین یه سری ویژگی هایی داره که همه اینها رو ما در حالا ویدیو توضیح دادیم که چطور میتونی ازش استفاده بکنی و مثلا چطور جلوی نال پوینتر اکسپشن رو میگیره با روش هایی که هست حالا کی فیچراش رو اومده اینجا نوشته و ویژگی های زبان کاتلین که مثلا شما دیگه سمی نیاز نداری بذاری ورودی ها رو به یه مدل دیگه میگیره و سینتکسش رو شما میتونی ببینی و مثلا یه مدل خیلی ساده از اکتیویتی که برای اندروید میتونی بسازی اینجا از حالا مدل لامدا میبینید که استفاده شده و خیلی راحت میکنه برنامه نویسی رو نسبت به انونیموس کلاسز جاوا که یه مقداری پیچیدگی و ترسناک بودن رو القا میکرد به کاربران اینجا نه دیگه زیاد به اون شکل ها نیست و حالا یکی از جذابیت هایی که وجود داره اصلا زدن این زبان برنامه نویسی رو ساختن برای مالتی پلتفرم اپلیکیشنز یعنی برنامه هایی که قرار چندین جا اجرا بشن یعنی شما یه برنامه نویسی برای اندروید برای براوزر توی وبسایت میتونی بیاری بالا و و و مدل های مختلف ویژگی های زیادی داره شما میتونی با این آیدی ها با حالا کاتلین کار بکنی و می‌بینی اینتلیجی آیدیا هست آیدیا روی استودیو اکلیپس و حالا خود کامپایلرش که میتونی مثلا با نوتپد کد بنویسی اجرا بکنی و حالا خیلی با اینها کاری نداری یه گزینه ترای آنلاین داره توی وبسایت کاتلین که اگر شما از اون استفاده بکنید میتونی به صورت آنلاین تو مرورگر کد رو بنویسی و تست بکنی سرفصل های ما هم بر اساس سرفصل های رفرنس اصلی کاتلین بودیم یعنی من تلاشم بر این بوده که شما رو با سرفصل های اصلی کاتلین آشنا بکنم که اگر مشکلی داشتید بتونی دوباره رجوع کنید به همین وبسایت و مطالبش رو بخونی و از منابعش استفاده بکنید یکی از آیتم هایی که خیلی مهم بوده واسه من این بوده که تو هر ویدئویی که مثلا اومدم فانکشن ها رو توضیح دادم کلاس ها یا هر چیزی رو توضیح دادم لینک اون مطلب رو توی وبسایت اصلی هم گذاشتم یعنی شما خیلی راحت م... اگر متوجه نشدی میتونی بری توی سایت رفرنسش اگزمپل های بیشتری رو ببینی مدل های مختلف رو تلاش بکنی و با ت... باش تمرین بکنی تا انشالله مشکلت حل بشه یعنی چون به اون صورت قوی مثل زبان برنامه جاوا که شاید این سال داره کار میکنه و ریسورس های خیلی زیادی توش وجود داره مثلا برای اندروید یا هر چیزی چون ریسورس خیلی زیاده نیاز به رفرنس اصلی سایتش نیست اما کاتلین چون به نسبت جدیدتره و ریسورس کمتره به خاطر همین من شما رو هدایت کردم به سمت وبسایت اصلی که رفرنس داره و شما همه اینها رو میتونید اینجا بخونید و خیلی شیک و مجلسی باشون کار بکنی هیچ مشکلی هم نداره اینجا گزینه ران داره میزنی و جواب این کد رو خیلی راحت میتونی ببینی حالا مثلا خودم بعضی از این کدها رو میتونی ادیت بکنی و میبینی اینجا مثلا آز ضرب در بیو میذارم و بعد کامپایلش میکنم و میبینی حالا ضرب کرده به جای جمع این رو ضربش کرده و خیلی اوکیه یعنی هیچ مشکلی نداره و خیلی چیز ساده ایه ما اومدیم و سینتکسش رو دیدیم این آدرس حالا رفرنسش هست آدرس سایت کاتلین و توی اندروید استودیو حالا من اگر پروژه‌ای که ساختیم رو نشونتون بدم میبینید که در این قسمت ببینید توی 28 قسمت تقریباً ما اومدیم و کلاس های مختلف رو با هم بررسی کردیم و سینتکس ها رو اینجا داریم مثلا توابع رو اینجا بررسی کردیم مدل های مختلف از توابعی که میتونیم داشته باشیم اکسپرشن‌هایی هایی که توی کاتلین میتونه به ما کمک بکنه اپریشن‌ها ها رو اینجا میتونیم داشته باشیم حالا یه مدل رنجی که توی مثلا جاوا به این صورت ما نداریم و یه مقدار متفاوت هست با آرایه ها کار کردیم و با استرینگ ها مدل های مختلف استرینگ کار کردیم حلقه ها رو توی یک ویدیو حالا بررسی کردیم و توی ویدیو 15 ها ما اومدیم و با کست کار کردیم در واقع کست به ما کمک میکنه که بتونیم آیتم ها رو بین هم به هم دیگه تبدیل بکنیم و ازشون استفاده بکنیم و بتونیم اونها رو باشون کار بکنیم و ازشون استفاده بکن. و توی نال سیفتی ما اینجا میبینیم که حالا همون آیتمی که توی وبسایت مرجعتون نشون دادم که به ما کمک میکنه ببینیم و جلوی نال پوینتر اکسپشن رو بگیریم و پارامترهای اینجوری رو میتونیم باشون کار بکنیم و توی حالا کلاس ها که اومدیم کلاس ساختیم و مدل های مختلفی که ازشون اکستنز کردیم و ارسپری کردیم و ازشون استفاده کردیم میبینید اینجا حالا مثلا یه کلاس طراحی کردم و بعد از اون طرف توی ویدیوی 18 هم که اینجا ما یه کلاس رو میبینیم و فکر میکنم توی ای کلاسز اومدیم و ازش استفاده کردیم اگه بتونم پیدا کنم حالا حضور ذهن ندارم به اون صورت اوکی پراپرتیز رو داشتیم توی حالا کلاس ها میبینید آها این ای هیچ کلاس مال ویدیو 18 همه. که مثلا یه سری آیتم رو من اینجا تعریف کردم از گت و ست این خیلی خوبه خیلی خیلی جذابه میتونی از این آیتم استفاده بکنی و میتونیم پراپرتی رو مقدارهی بکنیم و ببینید چه صورت میتونیم باشون کار بکنیم و دیتا کلاسز رو هم با هم بررسی کردیم که این نوزده مای دیتا همینه که ما حالا یه سری آیتم رو به صورت دیتا قرار میدیم و اصلا قرار نیست که مثلا توابع خاصی داشته باشیم یا چیزهای دیگه فقط ما میتونیم اطلاعاتمون رو توش ذخیره بکنیم و حالا ویزیبیلیتی که ما اینجا داریم احتمالا یه کلاسیه که توی آره ویدیو 20 ما اومدیم مدل های مختلف مثلا پرایوت اینترنال پروتکتد و پابلیک که به صورت دیفالت روی متغیرها ها میتونیم بذاریم سطوح دسترسی رو با هم بررسی کرد اینامز رو داشتیم اینجا این اینامز هم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه اینها رو بررسی کردیم دلیگیشن واقعا ویدیو جزایی بود واسه خودم خیلی آیتم به درد بخوریه و خیلی میتونه بهتون کمک بکنه سه مدل حالا دلیگیشن لیزی و ابزربل رو با هم بررسی کردیم و در ادامه کالکشن ها لیست ها رو با هم داشتیم که ببینیم مدل های مختلفی که میتونیم با لیست تعامل داشته باشیم توابع مختلفش رو با هم بررسی کردیم و باش آشنا شدیم اکسپشن ها رو ما اینجا داریم که یه مدل ساده از اکسپشن try کشی که ما اینجا باش کار کردیم و ویجت رو که من زدم برای آشنایی استارت آشنایی با اندروید بود که مثلا یه ادی تکسی توش بوده حالا تکسش رو گرفتیم و فلان که شما یه آشنایی خیلی کوچیک داشته باشی که اگه من اومدم و مثلا یه ماشین حساب ساختم و سعی کردم از این توابع استفاده بکنم میبینی اینجا یه سری تابع ساختم برای حالا جمع و کم و ضرب و تقسیم آیتم ها و از دو مدل ایفوالس و ون استفاده کردم اینجا یه ون داریم یه ایفوالس هم داشتیم و مدل های مختلف که تو فیلم توضیح دادم و براتون کامنت کردم به روش های مختلف این کار انجام دادیم و یه بازی دوز ساده هم ساختیم و الان اینا رو که میشه نشون داد من سعی میکنم بهتون نشون بدم توی ویجتس که مهم نیست توی کلکیولیتر میبینی ببین هدف این نبوده که ما بهتون اندروید آموزش بدیم به خاطر همین ظاهر برنامه ها خیلی ضعیفه چون من نمیتونم مثلا بیام و مثلا XML بهتون آموزش بدم یا خیلی پارامترهای دیگه اینجا میتونیم بگی دو به اضافه سه مثلا بیدیم کار رو ست انجام بده با استفاده از سینتکس کاتلین حالا شاید خیلی پروژه کوچیکی به نظر بیاد اما این پروژه دو تا هدف داره اولا که شما بایستی که با آیتم های توی کاتلین آشنا بشی یعنی بیا مثلا این تاوابه استفاده کنی یا ون استفاده کنی یکم دست جا بیفته ویجت ها با ویجت ها هم آشنا بشیم مثلا با آنکلیک لسنر رو غیره و زالک توی ویدیو بعدی اومدیم یه کمکی سخت کردیم اومدیم حالا رفتیم سراغ این که با آیتم دوز مثلا یه نه تا دکمه گذاشتیم توی برنامه و بازی تیک تک تو رو راه انداختیم اینجا میبینی به این صورت مثلا لاگم گذاشتم که مدل های مختلفش رو بتونیم ببینیم و حالا این مدل که میتونیم با هم بازی بکنیم این آیتم رو و در ادامه حالا این آیتم ها که تموم شدن یعنی حالا دو تا بازی و چیزای ساده که ما بتونیم آشنا بشیم با سبک و سیاق برنامه نویسی کاتلین برای اندروید و در ادامه اومدیم یک کلاس بیست کلکیلیتر ساختم حالا کلکیلیتر که اینجا چیز خیلی ساده بود که فقط دو تا عدد رو میتونست با هم جمع بکنه اما تو کلاس بیست کلکیلیتر من اومدم و فقط اینپوت ها رو نوشتم یعنی ویو ها رو توی اکتیویتیم تعریف کردم و بعدش اومدم یه کلاس طراحی کردم اینجا بینیم یه کلاسی طراحی کردم با کاتلین که ما بتونیم تمام محاسبات رو با همون منیج بکنیم یعنی اصلا اکتیویتی که ما نوشتیم هیچ کاری نمیکنه به این ترتیب مثلا ما یه برنامه ای نوشتیم و تونستیم منیجش بکنیم و خیلی حالا خیلی اندرویدش به نظر من مهم نیست مهم این کلاس است ببین توی مثلا این آیتم شما می‌بینی مثلا انترویو ویو تعریف کردیم و کانکت شدیم بهشون و روی آن کلیک هر کدوم برنامه نوشتیم اما مهمترین بخشش این آیتم هست این کلاسی که من تعریف کردم توی زبان برنامه نویسی کاتلین به شما کمک میکنه تا بتونید کل سیستم رو منیج بکنید کل ورودی ها خروجی ها رو منیج بکنید و دقیقا یاد میگیری که چجوری با یک کلاس کار بکنی با توابعش کار بکنی و خیلی 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 میتونه بهتون کمک بکنه در کل این دوره به نظر من میتونه خیلی جذاب باشه از بابت اینکه زبان برنامه نویسی کاتلین ویژگی های به شما میده یعنی الان یه مثال خیلی سادهش اگر آشنایی داشته باشید مثلا با زبان های برنامه نویسی همین ون که ببینی خود خیلی خوشت میاد حالا یه چیز تو مایه های دستور سویچه برای حالا میشه گفت زبان برنامه نویسی جاوا و غیر و زالک اما یه مقدار ساختار متفاوتی داره و خیلی جذابه این دستور ون و همین نال سیفتی که اینجا داریم مخصوصا این ویدوی کستی که ما اینجا داشتیم و سمارت کستی که انجام میشه فوقلاده جذابه فوقلاده میتونه به ما کمک بکنه و خیلی 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 میتونه جذاب باشه این ویدیو حالا میبینید اینا مدل های مختلف چک ها رو گذاشتم اینجا براتون و خیلی ببینید اینجا مثلا سمارت کستی که ما اینجا داریم شاید به ندرت بتونی توی زبان برنامه نویسی خاصی یه همچین آیتمی پیدا کنی که بگی اگه استرینگ نبود خب خودش همه کارش رو انجام میده و خیلی میتونه خوب باشه حالا در کل زبان برنامه نویسی کاتلین رو پیشنهاد میکنم برای کسانی که میخوان برنامه های مالتی پلتفرم یعنی برنامه ای بسازه که توی و بیاد بالا توی اندروید بیاد بالا و غیر و زالک زبان برنامه نویسی کاتلین رو پیشنهاد میکنم برای کسانی که تکنولوژی های جدید رو دوست دارن زبانهای برنامه نویسی جدید رو دوست دارن زبان برنامه نویسی کاتلین رو پیشنهاد میکنم برای تازه کارها چون اگه میخوای یه دفعه حالا چیزی جدیدی شروع کنی و تازه میخوای وارد زبان بر... دنیای برنامه نویسی بشی کاتلین میتونه ستارت پوینت خوبی باشه چون اگر مثلا شما بیاید صرفا توی اندروید کار بکنی شاید توی بقیه پلتفرم ها یه مقدار ضعیف ظاهر بشی اما کاتلین حتی میتونی با استفاده از زبان کاتلین سرور برنامه رو هم بسازی و خیلی کار متنوعی میشه باش انجام داد در کل دوست داشتنیه و میتونید ببینید و تست بکنید و ازش استفاده کنید هر سوالی داشتید هر مشکلی که داشتید من در خدمتون هستم وبسایت آشکاران.ir و سف ازش و علی دات راه های حالا تو تلویزیون میگم پل های ارتباطی ما با شما پیام رسانه رسانه سروش لینکش هم میذارم <تصفيق> نداریم <تصفيق> چه خبر آجی و اینو این شماره فکر کنم تلگرام دارم روش میتونیم با هم در تماس باشیم و هر مشکلی داشتید من در خدمتون هستم هیچ به قول این اجنبی ها که feel free to ask question هر سوالی داری راحت باشه اصلا نگران نباشیم و هیچ مشکلی هم وجود نداره من در کنارتون هستم و هر مشکلی داشته باشید تو هر ساعت از شبانه رو شما پیام بدید من اگه بتونم جواب میدم اگه نتونم هم میخونم و حالا سر فرصت مناسب بهتون جواب میدم گاهی اوقات تایمش نیست تایم ندارم اینا سخت نگیرید من حتما جوابتون میدم حالا هیچ کس نبوده که من یه سوال بپرسم و من جوابش رو ندم حتی اگر لازم باشه میرم سرچ میکنم جوابش رو پیدا میکنم و بهش میگم پس نگران هیچی نباشین شما ساپورت من رو دارین پشت خودتون برین و بتره کنین موفق باشید